بود نبود بودگار بود، زمین نبود شد یار بود. یک مردکی با کار بود، به کار کردن تیار بود. به خوردن بیمار بود، زاخور و به فریب کار بود. از پک ها قطار بود، فصل فصل بهار بود. جیکو جیکو جیک، مرغکان بسیار بسیار بود. مثل و مثل: نان خوش از گلویش پایین نمی رود. نان دزدی: روزی روزگاری گدایی نابینایی زندگی می کرد که هرچی به دست می آورد نمی خورد. گدا پول را زیاد دوست می داشت، مردم هم به او زیاد کمک می کردند، ولی او جمع کردن پول را در این دنیا بهتر از هر کاری دوست داشت. گدا بیشتر وقتها پولهایش را در کیسه می گذاشت و کیسه را همراه خودش به اینجا و آنجا می کشید. روزی مرد نیرنگ بازی از کنار گدا می گذشت. کیسه را دید و فهمید که چه گپ است. این شد که نقشه ای کشید تا پول را از چنگ گدای بخیل به در آورد. گدا سر کوچه می نشست. مرد کمی دورتر از او ایستاد. دقیقا در ساعتی که کوچه از مرد و زن و خرد و کلان خالی شد، مرد نیرنگ باز کیسه را از چنگ گدا بیرون کشید و پا به فرار گذاشت. گدا فریاد کشید و از مردم کمک خواست، ولی تا مردم بیایند و خبردار شوند، دزد رفته بود و اثری از خود بر جای نگذاشته. روزهایی گذشت. گدای بخیل ناراحت و گریان بود و دزد شادمان و خندان. در یکی از این روزها دزد با خود گفت: آن گدایی که من دیدم هیچ وقت به حال خودش دلسوز نبوده. شاید در تمام عمرش یک بار هم غذای خوب نخورده. پول خودش یک غذای خوب آماده می کنم و در خانه مهمانش می کنم که بخورد و شاد شد. بعد از این دزد یا همان مرد نیرنگ باز غذای خوشمزه ای را آماده کرد و پیش گدا رفت و گفت: چی می کنی مرد؟ می بینی که گدایی می کنم. چی می خوری؟ نان خشک و خالی. میای امروز چاشت مهمان من باشی؟ گدا خوشحال شد و گفت: چرا که نه، به شرطی که هم غذا خوب باشد هم راه دور نباشد، چون اگر دیر بیایم جایم را گداهای دیگر میگیرند. خیالت راحت باشد، هم غذا خوب است هم راه نزدیک است. بعد از این گدا فرش کهنه و زیراندازش را جمع کرد و همراه مرد نیرنگ باز برا افتاد. آنها رفتند تا به خانه مرد رسیدند. مرد دسترخوان غذایی را پهن کرد. گدا پرسید: چاش چی داری؟ مرد گفت: مرغ. چه خوب، سالهاست که مرغ نخوردم، دیگر طعم مرغ از دهانم دور شده. من هم برای همین برایت مرغ آماده کردم. او این را گفت و گدا را برای خوردن غذا کنار دسترخوان نشاند. بعد غذا را پیش او گذاشت و گفت: شروع کن، اینجا را هم مثل خانه خودت بدان راحت باش. گدا دست برد و لقمه برداشت و آن را در دهانش ماند، ولی لقمه را نخورده دست مرد را گرفت و گفت: دزد پولهای من تویی. مرد خود را عقب کشید و گفت: راست میگویی؟ از کجا دانستی؟ از آنجا که لقمه در گلویم گرفته و دانستم مال خودم است که از گلویم پایین نمی رود. پس راست گفتند نان خوش از گلویش پایین نمی رود. اگر کسی آنقدر از نعمتهای زندگی بهره نبرد که بعد از مرگ او دیگران به جای او بخورند یا در زندگی دیگران دارایی او را به غارت ببرد، این ضرب المثل حکایت حال او می شود.